حزب حاکم فیدز در مجارستان با شکست در انتخابات میان دوره‌ای در حوزه وسپریم در غرب این کشور اکثریت 2/3 پارلمان را از دست داد. زولتان کز نامزد مستقل با حمایت احزاب چپ 42.66% از آرا را به خود اختصاص داد، در حالی که بزرگترین حریف او نماینده حزب فیدز 33.6% آرا را به دست آورد. نماینده جدید وسپریم هدف اصلی خود را مبارزه علیه فساد و دولت ویکتور اوربان عنوان کرده است. او به یورونیوز گفت مردم از فسادی که به وسپریم هم رسیده به سطوح آمدند. آنها به دولت میگویند دیگر سرقت نکنید. به نظر من این باید یک اصل در سیاست باشد. آنها یک پیام به رژیم اوربان فرستادند و میگویند که دیگر دست از سرقت بردارید. محبوبیت ویکتور اوربان در ماه‌های اخیر با توجه به عملکرد دولت مجارستان و رسوایی‌های مالی کاهش پیدا کرده است. این زن میگوید همه از چند ماه پیش این احساس را داشتند که این انتخابات برای تمام کشور مهم خواهد بود. و این مرد میافزاید صادقانه بگوییم کسی انتظار این نتیجه را نداشت. من هم فکر می‌کردم که نامزد فیدز برنده خواهد شد. این نتیجه شگفت‌آوری بود. با واگذار کردن این کرسی دولت ویکتور اوربان برتری مطلق خود را در پارلمان از دست داد. آتیلا ماگیار خبرنگار یورونیوز در مجارستان گزارش می‌دهد این نتیجه می‌تواند برای جناح چپ امیدوار کننده باشد. احزاب مخالف اطمینان دارند که این آغاز یک روندی جدید است. سیاستمداران فیدز با نگرانی این رویداد را دنبال می‌کنند. ویکتور اوربان نخست وزیر در صفحه فیسبوک خود نوشت که نمی‌توان تنها به افتخارات گذشته تکیه کرد.